بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم به نام خداوندی یکتا و بی همتا سلام به شما شاگرده عزیز دختران و پسران خوب امیدوار همه از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشین و نکات بهداشتی را همیشه مد نظر بگیرین تا صحتتان همیشه سالم بمانه و در سایتان هم چون ایام قرنطین است در خانه بخوانید تا زمانی که مکاتب بخیر شروع میشه شما با یک آمادگی کامل بخیر و مکتب خب امروز بعد هم درس نوی از مضمون تاریخ به تصالی در تای های قدیم می خوریم. پیش از اینکه که نوی آغاز بکنیم یک مرور کتاب به درس گذشته خود داریم درس گذشته را تکرار میکنیم بسیار خلاص خب درس گذشته ما در مورد چی بود؟ کدام موضوع بود؟ بسیار خوب درس گذشته ما شما تمدن چین باستان بود در او درس شما خواهدین که مردم اجازه نمیدن یا عقیده داشتند که کسانی که به خرابه ها قدیمی نزدیک میشن و یا در اونجا حفریات میکنن اینا مریض میشن بنابراین همی عقیده مردم بود که حفریات یا تحقیقات در مورد تمدن قدیم چین آغاز نشد و بالاخره در قرن بیستم بود که تم و تحقیقات در مورد تمدن چین باستان آغاز شد و شما خواهدید که یک نمونه های در مقاره جاو بود که نمونه های از مردمان چینی به دست آمد که 25 هزار سال قبل از میلاد زندگی می کردن و به قسم در شهرها و جاهای باستانی دیگه هم افریات صورت گرفت و نمونه های از آثار تاریخی به دست خب بیایم به درس جدید خود که درس جدید ما شما هم یکی از تمدن های باستان است که بی تمدن ما تمدن یونان باستان هست خب درس برتان معرفی می کنم صنف ما صنف هفت است مضمون تاریخ و موضوع ما تمدن یونان اهدافی که برای ازی درس تعیین کردیم شاگرده عزیز که شاگردان الی ختم درس باید به با اهداف زیل نایل کردند. یک با تمدن یونان قدیم آشنا شوند و دو مشخصات تمدن یونان قدیم را بدانند بی اهداف اهداف است که برای درس تعیین شده و کوشش ما به است که شما تا ختم درس با ی اهداف برسید و درس خوبتر را بهتر یاد بگیرید خب تمدن یونان قدیم چگونه آغاز شد درس امروزی ما شماست شما یکی از تصویر میبینید که یکی از آبده های تاریخی از زبان یونان باستان هست که در او زمان به این شکل آبادی و میماری جریان داشته یا به این شکل آباد میکردن ببینین که چقدر آبادی یا میماری او زمان هم پیشرفته و خوب هست خب درس پیش میبریم توسیدیس که یکی از مریخین یونانی بود که در قرن چهارم قبل از میلاد زندگی میکرد هی باور داشت که خرابه ها و بقایای شهرها و دهکده های قدیمه محصول کار اقوام قبل از نسل های از این است و قصه ها و دستان های مردمی بحث های زیادی پیرامون از این اقوام داشتند. واقعاً به معلومات داستانی خفریات و تحقیقات پیرامون مردم قدیم یونان و جمعیت تای کنار بهیری مدیترانه در قرن 19 آغاز شد. نه قبل از او تحقیقات صورت نگرفته بود در قرن 19 اولین تحقیقات پیرامون اقوام یا خرابه ها یا شهرهای قدیمی آغاز شد. تمدن میتینی که یکی از دوره های درخشان تاریخ قدیم کرد و ایران می باشه این تمدن از قرن نازده قبل از میلاد آغاز و تا قرن دهم ادامه پیدا کرد این تمدن مربوط به اقوام اخیی بود که با مردم پلیپونیز در و ساحات زیاد را تصرف کردند برای مربوط اقوام خیی می شد با مردم فلیپونیت ها یک شدن یا در ریختن و اینا ساحات زیاده را تصرف کردن یا بدست آوردن این مردم چی بودن؟ مردم زراعت پیشه بودن گندم جو جووری کشت می کردن و وسایل برونزی در امو شرایط و در امو وقت اینا کار می بردن شهرها را با اصارهای بلند یا برچهای بلند تعمیر می کردن و یا می ساختن و این دوران با حجوم دوری ها بالاخره خاتمه پیدا میکنه و دوری ها روی کار میره دوری ها که در قرن دهم قبل از میلاد قدرت در یونان و دست گرفتن این دوره را مریخین آغاز عصر آهن نیز یاد میکنند گرچه دوری ها و پیشرفت کلتور قدر توجه هم نداشتند اما با وجود از او هم داستان های اماسی مشهور به نام اولیاد و اودیسه در همین دوران با وجود آمد و هومر که شاعر نابینای یونانی بود این داستان ها را تنظیم و ترتیب کرد این دانستان ها به صورت عموم حوادث قرن دوازدهم الا قرن ششم قبل از میلاد بیان میکنند همزمان با حکمیت دوری ها دولت اسپارت ها نیز اساس گذاری شد یکی از مشخصات عمده تمدن یونان موجودیت الهه است اینا الهه ها را می ساختند و ای الهه های متعدد یعنی موجودیت الهه های متعدد یکی از مشخصات امده تمدن یونان قدیم هست در قرن ششم و پنجم قبل از میلاد که در یونان مصادف با حرکات توضیح طلبی می باشد، در قرن ششم کلتی ها هم مرکز مهم مهاجران هلنی اساس گذاری کردند. و بالاخره در اواخر قرن پنجم قبل از میلاد البته جنگ های پی در پی بین ایرانیان و پارتیان واقع شد و این جنگ ها تا دیر زمان ادامه پیدا کرد بالاخره اسکندر مقدونی در 336 الی 323 قبل از میلاد در یونان مسلط شد و امپراتوری بزرگ را با وجود آورد البته بعد از مرگ اسکندر مقدونی امپراتوری یونان تجزیه شد و در امی حالات بود که زمینه برای امپراتوری روم مساعد شد چی بود درس امروز ما شما شاگرده عزیز بعد هم پیش از که کار خانگیره بر شما بخوانم یا برتان نشرا بکنم درس برتان خلاصه می سازم نکات عمده درس سر تخته برتان نشرا می و خلاصه در درس از روی تخته بر شما تشریح میکنم. شما هم کلم و کاغذ با خود داشته باشین یا کتابچه نکات امده را یادداشت بکنید خوب شکرده عزیز خلاصه درس براتان از روی تخته میخوانم و نکات عمده را ما سر تخته نوشته کردیم شما هم میتونید نکات عمده را با خود یادداشت بکنید خوب شکرده عزیز در ها ما شما خوانیم که تمدن یونان چگونه آغاز شد حفریات در قرن 19 البته پیرامون مردم قدیم یونان آغاز شد تمدن میتینی از دوره های درخشان تاریخ قدیم کارت و یونان می این تمدن مربوط اقوام اخایی بود و پلوپنیت ها یک جا شدن و ساحات زیاد را تحت تصرف خود در آوردن این مردم چی بود؟ مردم درات پیشه بودن جو جواری و, و, و گندم کشت می شهرها را با اصارهای بلند یا با برج بلند امار می کردن. ولی اینا توسط دوری ها شکست خوردن بلاخره دوری ها روی کار آمده اگر اینا به کلتور و پیشرفت انکشاف کلتور علاقه نداشتن ولی داستان های مشهور حماسی به نام اولیاد و اودیسیا در این زمان با وجود آمده و توسط شاعر نابینا یونان به نام هومر تنظیم شده یکی از مشخصات این دوران موجودیت الهه ها بود بالاخره اسکندر مقدونی به یونان مسلط میشه امپراتی بزرگره ایجاد میکنه و بعد از مرگ امپراتوری یونان تجزیه میشه و زمینه برای انکشاف امپراتوری رو مساعد میشه این بود شاگرد عزیز خلاصه درس امروز ما میدوار هستم که درس یاد گرفته باشیم پیش ازی که خب درس ختم کنیم بر شما باید هم چند سوالی به شکل کارخانگی آماده کردیم شما کتابچه و قلمتان را بگیرید و سوالا را با خود یادداشت بکنید من سوالا را برتان میخوانم سوال اول توسیدیس کی بود؟ دو مشخصات مهم تمدن یونان چی بود؟ سه داستان مشهور هماسی دوران دوری ها و کدام نامها یاد می سوالاتی که در درست تشریح در شد و شما خواندید. تشکر می کنم از توجه تک تک شما دخترا و پسرای عزیز و دخترای بسیار خوب امیدوار هستم در امروز یاد گرفته باشین تا درس آینده که باز هم در خدمت شما حاضر میشم شما را به خداوند یکتا و لایزال می سپارم شاد و موفق باشین شاگردای عزیز و دوست داشتین خدا حافظ و نگهداری.